جایی که حالت جنگله ولی میشه پیاده روی کرد، قرار بود سال سود بریم و الان بهاره. نمیدونم چرا انقدر هوا باید بد باشه ولی کلا بارون بود و بعد اینم که بارون قطع شد و الان یه ذره آفتاب شده، اونجا مطمئنا گله و نمیشه رفت. بر هم تصمیم گرفتیم بریم دریا که اونم خوبه به نظرم. معمولا اینو میپوشم یا این، که هر دو خیلی بلندن این قدشه، ولی امروز سرد هوا احتمالاً با این برم. این روزا کلا خیلی عجیب غریبه به خاطر اینکه در کل هیچ ایده ای ندارم که دارم چی کار میکنم و اصلا با این قضیه خوشحال نیستم. وقتی که تو زندگی نمیدونم دارم چی کار میکنم و یا مثلا توی یه پروسه ای هم که باید خیلی صبر کنم، مثلا چند ماه تا تکلیف زندگی مشخص شه، خیلی حالم بد میشه. At least my outfit is cute. و یه بریکداون کامل نمیشه گفت، دوتا جوش زدم ولی خب بریکداون داشتم. یه بسته چیپس خوردم و استرس داشتم به مقدار کافی که باعث شد اینجوری بشه، ولی اوکی، هنوزم به بریکداون های نوجوانیم نمیرسه. هنوزم تکنیکلی نوجوانم تکنیکلی، ولی I'm so depressed, I act like it's my birthday. اینم خط چشمه، فکر کنم وقتش باشه یه دونه جدید بخرم. نظر شما چیه؟ هنوز از این قدش میتونم استفاده کنم. خط چشم پرفکت شد؟ نه، اهمیت میدم؟ نه. واقعا واقعیتش اینه که چند هفته است اینقدر اهمیت دادنم به موضوعات مختلف کم شده که میتونم بگم یادم نمیاد آخرین باری که از یه موضوعی عصبانی شدم کی بوده، که مثلا یکی یه کاری کرده باشه یا یه اتفاقی افتاده باشه عصبانی شده باشم. این خیلی برام جالبه. یه دوران خیلی پر استرسی رو داشتم من توی این زمان که هنوزم باید استرسش رو داشته باشم چون داستانش تمام نشده، ولی اینقدر زیاد بود سطحش که حس میکنم دیگه مغزم اینطوریه که تعطیل کرده و اینطوریه که کلن بیحس شدم نسبت به هر چیزی و واقعا هر اتفاقی که داره میفته اینجوری هم که مهم نیست، واقعا هیچی مهم نیست. نمیدونم چیز خوبیه یا بدی، واقعا هیچ اطلاعی ندارم. همچین حسی رو داشتیم تا حالا تو زندگیتون یا نه، ولی صرفا حس میکنم که تا الان که نزدیک به 20 سالمه همیشه زندگیم درباره این بوده که چی بقیه رو خوشحال میکنه و چی به نظر بقیه خوبه و چی به نظر بقیه ارزشمنده، و صرفا باعث شده که الان حس کنم زندگیم پر شده از چیزایی که فقط به نظر بقیه خوبه و ارزشمنده و بقیه رو خوشحال میکنه ولی منو خوشحال نمیکنه. من فکر میکنم واقعا شاید زندگی اونقدر مهم نباشه، یعنی قرار تهش هممون بمیریم و واقعا نمیدونم چرا اینقدر اهمیت بدیم به این که دیگران چی میخوان.
من فهم کردم که چرا از وقتی بیدار شدم انقدر ناراحتم، همینطوری بی علت. بعد اینطوری بودم که شاید دلش این باشه که از صبح که بیدار میشی به غمگین ترین آهنگایی که سیو کردی گوش میدی، شاید دلش این باشه. یکی از عجیب ترین و سخت ترین چیزایی که باید امسال یاد میگرفتم و دیگه فهم کنم یاد گرفتم این بود که بفهمم آدمایی که میان توی زندگیم قرار نیست برای همیشه باشن. امسال خیلی آدمای زیادی رو از دست دادم و این باعث شد که اینطوری بشم که مثل این که نه، قرار نیست اینطوری باشه. جدیدن با هر کی که آشنا میشم، با هر کی دوست میشم، اینا اینجوری هم که چقدر نایس، الان که هم میشناسیم میتونیم خیلی خاطرات خوبی با هم داشته باشیم، خیلی خوش بگذره با هم، ولی قراره یه جای جدا شیم بالاخره. و این برای من خیلی چیزه، چون من همچین مایندستی هیچ وقت نداشتم. الان انگار روی حالت پیشفرض فهم کنم هر آدمی که میاد اینطوری هم که نایس، خیلی خوبه برای الان، ولی قطعا قرار نیست همیشه گی باشه. نمیدونم چقدر درسته. فهمیدین چجوری بافتم؟ الان اون برای توضیح میدم. یه بار دلم خواست درست کنم، جستم ویدیوهای یوتیوب دیدم براشو، فهمدم چجوریه. قشنگ شد. ایول. خب برای آموزش موها اینقدر رو میگیرین خب از بالا، ولی خب حجم زیادی نباید داشته باشه، یعنی اینقدر. بعد سه دسته میکنین، یه دسته، یعنی سه دسته مو. بعد همینطور عادی یه بار میبافین. خب بعدی رو که خواستیم ببافین از این زیر مو میگیرین و میبافین. الان که دارم توضیح میدم بد شد، بحث میکنم نمیفهمین. همون اولی اگه ببینین خیلی واضح تر فکر کنم. I'm so depressed, I act like it's my birthday. یکی از دندون عقلام داره در میان و دهنم رو سرویس کرده، اینقدر که درد داره. اصلا نمیدونم طبیعیه که دندون عقل داره در میاد اینقدر درد داشته باشه. شب برم دکتر، ولی حوصله ندارم برم. اصلا دلم نمیخواد برم دندون پزشکی، یعنی هر چقدر درد باشه تحمل میکنم و نمیرم دندون پزشکی. من درست کردم، هیچ کی باور نمیکنه. نه واقعا از بیرون گرفتیم، ولی منم بلدم غذا درست کنم. قیمه بلد نیستم، ماکارنی خوب درست میکنم، لازانیا درست میکنم، کیک تلاش کردم درست کنم چند روز پیش. اوکی بود کارم، ولی فر همراهی نکرد و سوخت. خورش دیاد نگرفتم واقعیتش، بعد یک سال از خونه رفتن هنوز خورش بلد نیستم درست کنم، خیلی بده. یه ویدیو دیدم الان، یه اینترویویه که چند سال پیش از تیلور سویفت کردن، بعد میگه که اگه احساس تنهایی میکنی فقط یه گربه بگیر، و اگه بازم احساس تنهایی میکنی یه گربه دیگه بگیر. I'm like okay. کلی هزینه داره گربه، که من قبلا اینو نمیدونستم. تازه مثلا یه سال پیش که به فکرش افتادم که خب مثلا بگیرم چی، از یکی از دوستان، یعنی از چند تاشون که گربه داشتن پرسیدم و اینطوری بودن که غذاش انقدره، انقدر هزینه های دیگه داره ماهانه، اینو باید بخری، اونو باید بخری، و من اینطوری بودم که فکر نمی کنم دیگه اون گربه روی خوشحالیم تاثیر مثبتی داشته باشه.
بارون گرفت. کتاب فروشی. اوکی، ما یه شهر کتاب داریم تو آمون و من همیشه میرم اونجا، یعنی هر وقت میام آمون باید برم اونجا. اصلا یه ریچواله انگار برم، باید برم. اصلا یه پیوند احساسی خاصی با اونجا دارم. من یه لباس خیلی کیوت پوشیده بودم و بارون رو که دیدیم دیگه تصمیم گرفتم اینو بپوشم که کلاه هم داره. ولی الان رسیدیم شهر کتاب، بریم ببینیم چی دارم. خیلی وقت بود میخواستم بخونم، بعد الان فیلمش داره در میاد. نمیدونم بخونمش تا قبل اینکه فیلمش در میاد یا نخونم منتظر باشم فیلمش بیاد، چون بخونم فیلم اسپویل میشه. بعد بازیگر ونزدی، دوست صمیمی ونزدی فکر کنم کاراکتر اصلیشه، فکر کنم قرار خوب باشه، احتمالا نخونم.